با سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده دیدن برنامه امروز ما باشید. من کیان آذر به همراه همکارم جمیل فرزان برنامه نگاه روز رو به شما تقدیم میکنیم. در این هفته و در این برنامه موضوعی رو انتخاب کردم در رابطه با مسئله ای که اوضاع سیاسی ایران بر ترتیب متحول هست و ما شاهد کنفرانس های متفاوتی هستیم در رابطه با وضعیت سیاسی که در ایران موجوده. مشخصا میخوام به سمیناری که در کنگره امریکا در همین دوشنبه گذشته برگزار شده تحت عنوان ملیت ها، اقوام و اقلیت های مذهبی در محاصره حکومت ایران اشاره بکنم که مهمان این برنامه‌مون حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری ایران هست که در این رابطه می‌خوایم با ایشون صحبت بکنیم. سلام عرض می‌کنم به شما حمید تقوایی. متشکرم، با سلام به شما و به بینندگان عزیز. من مختصر توضیحاتی رو دادم در رابطه با موضوع برنامه‌مون. سوالی که از شما دارم به عنوان سوال اول این هست که چه نیروها و جریاناتی توی این سمینار شرکت کرده بودن و کلن اهدافی رو که دنبال میکرده این سمینار رو از شما میخوام بپرسم که چی هست؟ اولا این سمینار در کنگره آمریکا تشکیل شده، در آمریکا تشکیل شده و نیروها و احزابی که درش شرکت کردن بیشتر کسانی هستن که خودشون رو نماینده اقوام و ملل تحت ستم در ایران میدونن، اقلیت‌های به قول خودشون ملی و مذهبی. فردی هم به عنوان نماینده یهودیان در این سمینار بوده یا مدافع حقوق زنان هم به عنوان مدافع حقوق زنان در این سمینار نماینده بوده، ولی اکثر اونها خودشون نماینده به اصطلاح اقوام و ملیت‌های ساکن ایران مثل ترک، بلوچ، کرد، عرب، لور و غیره معرفی می‌کردن و این به ابتکار به اصطلاح دولت آمریکا بوده چنین سمیناری تشکیل شده از این افراد برای اینکه در مورد مسئله این اقلیت‌های ملی و قومی و غیره در ایران صحبت بشه. این ترکیب سمینار بود، ولی اهدافش به نظر من یکی از شرکت کنندگان مثلا خودشون نماینده کنگره فدرال ایران میدونست. اینا بیشتر نیروهای فدرالیستی هستن، نیروهایی هستن که به خصوص در این دوره اخیر 10-15 سال گذشته با توجه که همه جای دنیا مسئله قومی، ملی، مذهبی جلو رونده شد و به خصوص به وسیله سیاست‌های مثلا نظم نوینی و کنسرواتیسم‌های آمریکا، نیروهای محافظه‌کارهای آمریکا همه جای دنیا این نیروها جلو رونده شدن، در ایران هم چنین نیروهایی اومدن به عنوان نمایندگان خودگمارده ملیت‌های ساکن ایران و غیره که تو سیاست نقشی ایفا کنن و سهمی ببرن و به نظر این سمینار در ادامه این خط و این سیاست هست. بله، خب من سوالم این هست که چرا دولت امریکا چنین سمیناری رو برگزار میکنه؟ آیا جدال سیاسی که در ایران وجود داره بین اقوام و جمهوری اسلامی هستش؟ نه، مسلما اینطور نیست. به نظر هر کس کمی هم آشنایی داشته باشه با اوضاع سیاسی ایران میدونه که جامعه ایران اعتراضش و مبارزش از کانال مثلا این نمایندگان اقوام و ملیت‌ها نیست. مردم ایران تحت فشارها و مصائب و محرومیت‌هایی هستن که مشترکه. اساس مسئله مردم ایران اختناق، فقر، سرکوب، زندان، اعدام، سلطه سیاه قوانین مذهبی بر زندگی حتی خصوصی افراد، یک حکومت مرتجع که در تمام ایران داره بیداد میکنه و میزنه و میبنده و سرکوب میکنه. این مسئله مردمه، چه در آذربایجان زندگی کنن، چه در تهران، چه در شیراز، چه در کردستان، لرستان، بلوچستان یا هر جای دیگه. اساس مسئله اینه و مبارزاتی هم که تا امروز شاهدش هستیم بر حول همین بوده. فرض کنید یک قلم مبارزه زنان علیه این بیحقوقی مفرطی که در حق زن اعمال میشه دیگه فارس و کرد و بلوچ نمیشناسه، همه جا همینطوره و یک جنبه مهم اعتراضات مردم همیشه مبارزه زنان بوده. در انقلاب 88 هم همینطور بود. یا اعتصابات کارگری در استان شیراز هست، در کردستان هست، در آذربایجان هست، در خوزستان هست. مهم نیست کارگر خود این کارگر رو به عرب منصوب کردن یا بلوچ یا کرد یا فارس،
در هر حال دستمزد کارگران رو نمیدن، کارگران حق تشکل ندارن، کارگران حق ندارن حتی از ابتدایی ترین خواستاشون دفاع کنن. مسئله این هست در ایران، این که در این شرایط میان این نیروهای قومی ملی مذهبی رو علم میکنن، بنظرم برای اینکه دقیقاً همین نوع مبارزات رو بندازن به کانال دیگه ای، مثل بحث فدرالیست، بحث حقوق ملت ها، ملیت ها. طبعا در ایران تبعیض نسبت به ملیت های دیگه یا مردم منصوب به ملیت های دیگه هم هست، در این تردیدی نیست، به مردم کردستان، بلوچ، غیره تبعیضاتی از سر این مثلا مسئله زبان و غیره تبعیضهای زیادی هست. ولی مسئله اینه که با برجسته کردن هویت قومی ملی مذهبی و غیره و نیروهای ناسیونالیست و قوم پرستی که جلو میافتن، این تبعیضات نه تنها حل نمیشه بلکه بدتر تعمیق میشه، تثبیت میشه. هویت قومی ملی به مردم میدن به جای هویت انسانی و دفاع از ارزش ها و خواسته جهان شمول انسانی. به این عنوان من میخوام بگم مسئله تبعیض در حق به اصطلاح مردم منصوب به ملیت های دیگه یک مسئله واقعیه، ولی راه حلش مبارزه متحد و سراسری برای برانداختن جمهوری اسلامی و مبارزه برای رسیدن به آزادی، برای دفاع از حرمت انسانی، حقوق انسانی متساوی حقوق در سراسر ایران. مردم باید به عنوان شهروند به رسمیت شناخته بشن مستقل از مذهب و ملیت، اتفاقا درست برخلاف نسخه‌ای که فدرالیست‌ها میپیچن، باید کل شهروندان ایران حقوق مساوی داشته باشند و راه رسیدن به آزادی و رسیدن به یک جامعه مرفه و انسانی این هست. خب شما توضیحاتی دادین در رابطه با جوانب مختلف این مسئله، ولی به هر حال در وقتی که ما نگاه میکنیم به تیتر خبرها و کسانی هستند که خودشون نمایندگان به اصطلاح اقوام، به اصطلاح ملیت‌ها معرفی میکنن، من سوالم این هست آیا طی چه شرایطی اینها نمایندگان این به اصطلاح اقوام و ملیت ها شدن؟ آیا انتخاباتی صورت گرفته؟ آیا مردم به اونها رأی دادن؟ طبق چه شرایطی اینها میگن ما نمایندگان این اقوام و ملیت هستیم؟ خودشون اینا بیشتر خودشون به اصطلاح نمایندگان خودگمارده هستن. رأی که خب در جمهوری اسلامی همچین چیزی ممکن نیست. بس بس این نیست که آیا مردم اینا رأی دادن یا نه، بس این است که اینا خودشون نماینده های مردم میدونن و اون مردم رو با هویت قومی و ملی فقط معرفی میکنن. مسئله اینجاست، ممکنه رأی بگیرن اینا نماینده باشن یا نباشن، ولی وقتی که از قول مردم صحبت میکنن به عنوان عرب ها مثلا، بلوچ ها، کرد ها، لور ها، ترک ها، به این عنوان صحبت میکنن و مسئله از اینجا شروع میشه. مسئله این هست که اینها فکر میکنن که با برجسته کردن هویت ملی و قومی مسئله حل میشه، در حالی که کاملا برعکسه. این تفرقه میندازه تو مردم ایران، این مردم ایران رو شقه شقه میکنه، فرقه فرقه میکنه. و به خصوص نسخه فدرالیسم نسخه ایست برای اصلا پاشیدن جامعه. به نظر ما، به نظر ما بهترین دفاع از مردم حتی وقتی تحت تبعیضات و ستمهای به اصطلاح ملی قرار دارن، مثلا میخوان به زبان مادری بخونن و بنویسن و حرف بزنن که حق همه است، برای تحقق این خواستا باید اون چیزی که برجسته کرد هویت انسانی و ارزش‌های جهان شمول و سراسری آدم ها باشه. به نظر من تنها راه حل این مسئله، مسئله‌ای که این نمایندگان خودگمارده فکر میکنن با برجسته کردن ملیت و خون و قوم و نژاد میشه رفع کرد، راه حل این مسئله اتفاقاً این هست که بگیم همه مردم ایران مستقل از اینکه به چه قومی منصوبن، به چه ملیتی منصوبن، مستقل از اینکه به چه زبانی صحبت میکنن، در کدام بخش کشور زندگی میکنن، باید شهروندان کاملا متساوی حقوق باشن. من اینکه مثال میزنم، اگر فرض کنید مردم شیراز یا تهران حق دارن به زبان فارسی، به زبان مادری خودشون بگن، بنویسن، نشریه در بیارن، مدرسه داشته باشن و غیره، مردم آذربایجان هم همین حقو دارن، حق دارن به زبان مادری خودشون فعالیت کنن، ادبیات داشته باشن، رادیو، تلویزیون، مطبوعات داشته باشن، و همینطور مردم کردستان، همینطور مردم بقیه جای کشور که زبان مادری متفاوتی دارن. بنابراین راهش دفاع از حقوق همه شهروندان به طور مساوی در سراسر ایران هست. بنابراین در اینی که ما این مسئله رو به رسمیت میشناسیم، میگیم که این مسئله وجود داره،
راه حلش اتفاقا مبارزه متحد و یک پارچه و همبسته همه مردم ایران است، در دفاع از ارزش‌ها و حقوق مساوی برای همه مردم ایران، و نه کوبیدن بر طبل فدرالیسم یا هویت‌های قومی ملی و یا مسائل دیگه‌ای که برعکس جامعه رو چند پارچه می‌کنه. بله حمید تقوایی، ما حدوداً یک دقیقه و نیم وقت داریم و من یک سوال میخوام از شما بپرسم به عنوان سوال پایانی. شما این فرمول بندی رو میگید قبول ندارم و به اصطلاح جنگ و جدال سیاسی در ایران بین مردم و جمهوری اسلامی رو پس چجوری توصیف میکنید؟ این مبارزه مردم ایران با جمهوری اسلامی، خود مردم گفتن بر سر چیه؟ بر سر علیه دیکتاتوریه، برای آزادیه، برای خلاصی از شر سلطه مذهب بر زندگی مردمه، برای رسیدن به یک دولت مدرن سکولار انسانی هست، برای حقوق مساویه، علیه فقره، علیه این طرح یارانه ها و گرانی و بیکاری که در جامعه بیداد میکنه، برای تساوی حقوق زن و مرده، به خصوص این مسئله مهمیه در ایران، چون زنان تحت به اصطلاح مفردترین و شنیترین بیحقوقی ها و بیحرمتی ها و توهین ها و تحقیر ها قرار دارن در ایران. اینها مسائلی است که مردم علیش مبارزه میکنن. کارگران مدام برای حقوق ابتدایی، برای حق تشکل، برای اینکه دستمزد کاری که کردن رو دریافت کنن، برای اینکه تامین شغلی داشته باشن دارن مبارزه میکنن. اینها مسائلی است عمومی، مسائلی است مربوط به 60-70 میلیون مردم ایران در تمام نقاط کشور. مبارزه که علیه جمهوری اسلامی است محورش اینها است. به طور اثباتی مردم آزادی میخوان، مردم برابری میخوان، مردم رفاه میخوان، مردم یک زندگی انسانی میخوان، و به عنوان اعتراض و به اصطلاح در مخالفت با فقر، با سرکوب، با بیهوهی، با اختناق دارن مبارزه میکنن. این محور شرایط سیاسی در ایران این رو برجسته کرده، این رو در محور گذاشته، و به نظران هر انسانی، هر نیروی، هر فردی که مدعی آزادی خواهی و دفاع از مردم هست باید بر این محور فعالیت کنه و حول این اهداف مبارزه کنه. با تشکر از شما حمید تقوایی. من هم تشکر میکنم. خب بینندگان عزیز، نظرات حمید تقوایی رو شنیدید، حتما نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. من کیان آذر تا برنامه بعدی، شبها و روزهای بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم.